ارتش آزادی بخش که متشکل از 35 تیپ رزمی بود، تیپ های رزمی و پشتیبانی، از طریق پاتاق راه خودش رو به جلو و به سمت عمق خاک میهن ادامه میداد. تیپ های رزمی ارتش آزادی پس از آزاد کردن منطقه کرند پیشروی خودشون رو به عمق خاک میهن ادامه دادند و به سمت اسلام آباد پیشرویشون رو آغاز کردند. دشمن که غافلگیر شده بود تلاش کرد به کمک 5 ستون زرهی در مقابل این پیشروی سد و مانع ایجاد کنه. از جمله نیروهایی که به کار گرفت لشکر 81 زرهی، لشکر 84 خرم آباد، تیپ 58 تکاور و تیپ ویژه هلیبود 55، تیپ 55 ویژه هلیبود بود که تلاش کرد با این نیروها جلوی پیشروی نیروهای ارتش آزادبخش رو بگیره. ولی یعنی تلاشش با شکست مواجه شد و اونها متلاشی شدند و پیشروی تیپ‌های رزمی ارتش آزادیبخش به سمت اسلام آباد ادامه پیدا کرد. یکی از فرات‌های بلند عملیات فروغ جاویدان رزمندگی زنان مجاهد خلق در صحنه این عملیات بود. من جمله من خودم یادم میاد که در روز 4 مرداد صبح در سپیددم در سراح ملاوی یکی از ستونهای ارتش آزادیبخش مورد حمله پاسدارا قرار گرفت. در این صحنه بود که یکی از خواهران مجاهد که تیربار بیکیتی داشت سلاحشو برداشت، شجاعانه با باز کردن آتش به اینها به قلب اونها رفت و اونها رو مرعوب و پس زد و در واقع اون قسمت از صحنه خالی شد از دشمن و عقب نشینی کردن.